سلام و درود دوباره به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و سپاس از اینکه ساعتی از اوقات خودتون رو با ما میگذارید. امروز هم همونطور که در برنامه قبلی قول داده بودیم در خدمت دوست عزیز و رفیق گرامی محمد رضا شاهرگونی هستیم. پی میگیریم بحث کنگره 23 سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر رو و به مسائلی که از جمله در سند سیاسی مصوبه در این کنگره آمده هست خواهیم پرداخت. اما قبل از هر چیز سلام میکنم به مهمان عزیزمون رفیق شاهرگونی. زنده باشید رفیق آرش عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. رفیق شاهرگونی، بحث روز چهارشنبهمون رو با ارزیابی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر در رابطه با خیزش دیماه شروع کردیم و از جمله به این مسئله اشاره کردیم که در سند هم سند سیاسی کنگره هم بهش تاکید شده، این که این حرکت نه تنها متوقف نشد بلکه در ابعاد دیگه و با اشکال دیگه تداوم یافت و در همین روزهای اخیر از جمله به اشکال مختلف حرکات مردم رو، اعتراضات مردم رو در شهرهای مختلف شاهد بودیم. اگه اجازه بدید یه مکسی بکنیم قبل از اینکه ادامه بحثمون رو دنبال بکنیم، مکسی بکنیم بر اعتراضاتی که در این روزها شاهد بوده و هستیم، از جمله اعتراضات جاری در حقیقت، از جمله در شهرهای مختلف. این بار در شهرهای بزرگ شاهد اعتراضات وسیعی بودیم، در اصفهان، کرج، مشهد، شیراز و غیره، و این اعتراضات با مقابله تند نیروهای انتظامی هم روبرو شده، ماشین‌های آبپاش و گاز اشکاور و دستگیری‌ها و غیره، و در این حال همزمان شاهد صدور احکام سنگینی برای دانشجویان فعالین چپ دانشجویی و دراویش گناه‌آبادی و اینها بودیم که احکام سنگین زندان برای اونها بودن. پیش از اونم که شاهد صدور همین این چنین احکامی برای فعالین جنبش زنان بودیم. آیا سوالی که میخوام بکنم در حقیقت این است که آیا سیاست سرکوب این چنینی از جانب رژیم میتونه باعث کاهش این اعتراضاتی بشه که مدت‌ها شاهدش بودیم و جلوی تداوم اونو بگیره، و اصولا چرا حاکمیت جمهوری اسلامی احساس میکنه که میبایست به قول معروف شمشیر رو از رو ببنده و به این شکل به مقابله یا پاسخش در حقیقت به این اعتراضات چرا میبایست چنین سرکوب گسترده و بسیار همه جانبه باشه؟ من فکر کنم که قبل از هر چیز مسلمه چیز، خیلی یه جمله بگم که با سرکوب فقط نمیشه مردم رو خاموش کرد. میدونی که یه سرکوب خیلی مهمه، میتونه به اصلاح واقعا مردم رو مرعوب بکنه و اینها، ولی در هر مطالعات زیادی شده دیگه در کشورهای مختلف و اینها در مورد جنبش ها، من که کجاها واقعا سرکوب کار میکنه کجاها سرکوب کار نمیکنه. مثلا یه مسئله هست، اون مسئله عدد بزرگ. وقتی دامنه حرکت از حد معینی فراتر رفت دیگه خیلی سرکوب حتی میتونه مشتعلتر بکنه آتش شورش. این مسئله خیلی مهم و شناخته شده ایه، یعنی که مثلا یه چیز تئوری که خیلی مثلا ادهی گفته باشن، یکی از حالا شناخته های اسلام مسلمات همین علوم اجتماعی مربوط جامعه شناسی شورش ها، خیزش ها، بسیج هاست و اینا. علتش هم اینه که ببینید مردم در حالت اصلاح عادی معمولا میترسن در دیکتاتوری ها، در سرکوب ها، در دموکراسی ها این ترس کمتره، چون آدم به این سادگی ها مثلا نمیتونن کسی رو در فرانسه یا آلمان چون در تظاهراتی شرکت کرده، حتی مثلا به نخست وزیر یا رئیس جمهور یا حتی مثلا فلان توهین کرده، مثلا ملکه در انگلیس و فلان، مثلا بگیرند و شکنجه فلان، این پدیده ها نیست. ما رو باید قبول کنیم که
بعضی ها چون ممکنه بگن که دموکراسی همچین دموکراسی ها هم نیستش، همین حدش خیلی حد بزرگیه که در اینجا هست و اینا باعث میشه که خیلی بسیار مردم راحت تر حرف بزنند. در دیکتاتوری ها اینطوری نیست، مردم میترسن، محاسبه میکنند اینا. ولی مسئله عبارت اینه که وقتی تعداد زیادتر میشه، عدد بزرگ به میان میاد، یک نوع به اصطلاح کاهشی در هزینه به اصطلاح مجازات یا مثلا هزینه شرکت در حرکت های اعتراضی دیده میشه. این رو به شیوه اون نظریه که مثلا در اقتصاد بعضی ها میگن اون نظریه عملا هم ضد مارکسیستیه، ولی نکته جالبی رو مطرح میکنه. اون عبارت از اینه که در واقع همین میگن نظریه مارجینالیستی در اقتصاد و اینها، در واقع واحد نهایی از یک کالا تعیین میکنه که ارزش هر یک از این واحدها چقدره. مثلا شما اگه یه سطل آب داشته باشید، خب معلومه که ارزشش بالاست. اگه 10 سطل بالا داشته باشید، 10 1/10 میشه. اگه 100 سطل داشته باشید، خب 1/100 میشه. در فرض میکنیم که تقاضا ثابته، عرضه بیشتره. مسئله اینه که اینو به مسائل جنبش ها بیارید، یعنی اینکه واحد نهایی مارجینال مثل حاشیه اون تعیین میکنه که در واقع هزینه چطوری هستش. اگر قبول بکنیم که مثلا مردم مثلا 1000 نفر شرکت میکنن، مردم میترسن بیشتر. وقتی میان وسط یک دفعه اگر مثلا 10,000 نفر باشه، خب ترس اینطوری نیست. 100,000 1,000,000 دیگه چیزا میریزه. این مسئله که در توضیح انقلاب ها و خیزش های بزرگ اهمیت داره. مردمی که در شرایط عادی خودشون رو به اصلاح به دم چک نمیدم، چطوری که یک دفعه این شجاعت رو پیدا میکنن؟ واقعیت اینه که خود این ماجرا جرأت رو بیشتر میکنه. یعنی این همه آدم رو که نمیتونن بکشن، این یک اصل مسلم فرض میشه. یعنی یواش یواش مردم اینو در میارن، بنابراین جسارت رو بیشتر میشه. حالا در ایران از خود دیماه نشون داد و بعد از اون هم میبینیم ترس تا حدود زیادی فرو ریخته، مردم اونطوری نمیترسن. یکی از دلایلش اینه که اصلا به جان آمدن از این حوادث و فلان. یعنی یه طرفش هم اینه که عدد هی بزرگتر میشه، جغرافیای شورش گسترده تر میشه. اینا مسائل خیلی مهمی هستن. بنابراین به نظر من در این شرایط تصادفا سرکوب بیشتر قضیه رو خرابتر میکنه. مثلا در انقلاب 1357 این حرکت ها که اتفاق افتاد، یه جایی رسید که رژیم تصمیم گرفت که یه زهرچشم بگیره در میدان جاله دیگه، 17 شهریور، یه مدت خاموش کرد. یعنی در واقع اون تظاهرات با اون شعارها تکرار نشد، ولی دو ماه و نیم بعد دوباره شروع شد. دقت میکنه، نه اینکه اصلا خاموش شده بود، ها حرکت به شکلهای دیگری ادامه پیدا کرد. حالا مثلا حرکت هایی که دیدید، مثلا حالا اصلاح طلب ها در 10 روز دیما میگفتن اینا در شهرهای کوچه کند و اینا مثلا همچین مهم نیستند و اینها. حالا ببینید دیگه در شهرهای بزرگ هم به قول شما جستش، مثلا اصفهان سومین شهر پر جمعیت ایرانه، کرج نمیدونم سومی اصفهانه یا کرج هست، اینطوری کرج در واقع در جوار تهران ظاهرا دیده نمیشه، ولی مشهد دومین شهر پر جمعیت ایرانه. وقتی اینجاها شورش ها فیلماش رو هم دیدید دیگه، که شعارهایی هم که میدن بعد هر میان نمیدونم نرده میذارن فلان، مردم میان رد میشن و هیچ گوش نمیدن به حرفشون، آب پاش آوردن و حتی مردم یه مقدارم خنکتر شد هوا فلان، بعد رفتن آخرش مجبور شدن که گاز اشکاور و نمیدونم چیز فلفل و فلان و بهمان. خب طبیعیه این پراکندگی ایجاد میشه، ولی به این صورت فکر نمی کنم که مردم رو بتونم چیز کنم. این یک مسئله. مسئله دومی که هستش اینه که خب سرکوب کردید، بعدم مسائل آخه یکی از دلایل این که مردم نمیترسن، عدهشون بیشتر شده، ولی یکی از دلایل هم اینه که تحمل ناپذیر شده. بابا مردم ایران کارد و استخوانشون رسیده، اینو ما باید قبول بکنیم. یعنی بخش بزرگی از ایرانیان
نمیتونن دیگه زندگی رو ادامه بدن. برای ما اینه که سکوت یعنی چاخه. البته میدونی که ممکنه واقعا در هم بشکنه همه چیز و اینها مردم به خیلی از ذلت ها تم بدن. و مسلمه که همه مردم همه لایه ها به یکسان نمیان به حرکت. اولا لایه های فقیرتر بیشتر در حرکت شرکت کردن. این یک حادثه بزرگی که از دیما اتفاق افتاده و به طور کیفی تغییر داده وضعیت رو. ولی مهمتر از اون مثلا اونهایی که خیلی خیلی فقیرن در حرکت های به اصطلاح این اعتراضی و فلان شرکت کمتری دارن. این معناش اینه چون اونقدر تفلک ها به اصطلاح له شدن که حالا یا اونقدر مشغول مسائل به اصطلاح زندگی به اصطلاح روزمره هستن، اون کمرشون شکسته در واقع زیر خم کردن کمرشون رو در زیر این بارها و فلان که یه تظاهرات و فلان یه مقدار چیز لوکسی به نظر میرسه. ولی بخش بزرگی از مردم از پایینی ها و از میانی ها در شورش ها شرکت میکنن و تحمل ناپذیر میابن. یه مسئله دیگری هم که خیلی مهمه در ایران، این جمهوری اسلام مهمه، این خیلی با اهمیت داره که بهش آدم توجه بکنه. اون عبارت از اینه که در این ماجرا فقط اقتصاد و دیکتاتوری و سرکوب و فلان فقط نیست، خیلی چیزا هست، محیط زیست، بقیه مسائل، تبعیض‌های بی‌پایان، فساد وحشتناک. این فساد برمی‌انگیزونه. میدونید که این مسئله خیلی خیلی حیاتیه. حتی خیلی ها بحث کردن از زمان ارسطو به بعد که در واقع جوهر انقلاب چه هست؟ آیا آزادیست؟ ارسطو یه جمله معروفی گفته که هنوزم که هنوز اعتبار خودش رو حفظ کرد. اونه که جوهر انقلاب عدالت هست. وقتی مردم نابرابری بی عدالتی رو احساس میکنن شورش های بزرگ اتفاق میفته. یکی از اون بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا آنتونیو گرامشی حرف قشنگی میزنه. در دوره جنگ جهانی اول و اینا اون تجربیات تازه بود اون موقع که اینا تحصیل کردن، میگه که سربازا در میدان جنگ همه محرومیت ها و اینها رو تحمل میکنن، دم بر نمیارن چون جلو دشمن هستن، بعدم میجنگند و اینا. یه دفعه خبری میپیچه که برای فرماندهان یه غذای ویژه آورده در حالی که اینا غذا یا مثلا مثلا وعده غذا ندادن یا چه غذای بهتری دادن و فلان به اونها، میگه شورش میشه. این مثلا این نیست که گرسنگی رو تحمل میکنن ولی تبعیض رو تحمل نمیکنن. این مسئله یه چیز خیلی شناخته شده ای. حالا در ایران این در اوجه، بنابراین من فکر نمیکنم اینا رو بشه یکی از نمونه های همین قضیه فساد که خشم زیادی رو برانگیخته مسئله بحران ارز هست و کاهش شدید ارزش ریال و در حقیقت کاهش قدرت خرید مردم، که حتی بازاریان رو که به شکل سنتی در حقیقت در چارچوب طرفداران رژیم محسوب می شدن رو هم به اعتراض برانگیخته. در همین روزهای اخیر از جمله در اصفهان مثلا شاهد اعتراض کاسبان این شهر بودیم که به نوسانات بیقانون قیمت ارز و کاهش دمافزون این مسئله اعتراض داشتن. کارگران و جوانان در شهرک شاهپور جدید اصفهان اعتراض داشتن به فقر و بیکاری. اهالی گوهردشت کرج شعارهایی رو علیه کل حاکمیت به اصطلاح مطرح کردن، شعار مرگ بر دیکتاتور و غیر و ظالم. و در اون چیزی که به قول شما خشم بسیاری رو برانگیخته این است که حالا که بحران ارزی به وجود اومده و به فرض قبول ادعاهای حاکمان مبنی بر اینکه این بحرانی است که به اونها تحمیل شده از خارج از کشور و مسئله تحریم ها و غیره، اون چیزی که بیش از همه خشم همه رو برانگیخته این است که در میان حاکمان رژیم هستن کسانی که حتی از همین بحران ارزی استفاده میکنن برای اینکه میلیاردها دلار به ثروت افسانه‌ای خودشون به اصطلاح بیفزاین. و این مسئله در حقیقت عنصر اصلی این اعتراضات بوده، به اینکه به قول شما چرا میبایست مردم
تحمل بکنن این مسائل رو، در حالی که به جای اینکه شاهد سیاست‌های عاقلانه ای برای مبارزه با این بحران ارضی باشیم، می‌بینیم که شاهد این هستیم که افراد مختلف نزدیک به حاکمیت از این قضیه برای افزایش به اصطلاح ثروت خودشون استفاده می‌کنن. در پاسخی که اخیراً به نوعی مطرح شده از طرف جناح‌های حاکمیت و به طور مشخص جناح ولایی، به نظر میاد که مسئله فشار به دولت روحانی رو سعی میکنن عمده بکنن و سیاست‌های دولت رو مسئول این بحران ارضی به اصطلاح مطرح بکنن. صحبت از ترمیم کابینه الان بحث اصلی مجلس هست و اینکه سعی میکنن این طور وانمود بکنن که وضعیت نابسامان اقتصادی رو میشه با ترمیم کابینه و اینها به اصطلاح مطرح کرد. فکر کنید که چه مقدار این اولا دعوای بالایی ها تعیین کننده است و اینکه آیا واقعا میشه با یه همچین اصلاحات آرایشی به اصطلاح کازمتیک به قول انگلیسی زبان ها مسئله رو حل کرد؟ من فکر میکنم که نه، امکان نداره. علتش اینه که در واقع این به اصطلاح روحانی چیا نیستن که اینو دامن زدن. ولایی ها بیشتر از این هستن، چون واقعیت اینه که اون سهم شیر در حکومت مال ولایی هاست و خود رهبر با بصیرت بیشترین بخش اقتصاد و در واقع خیلی از اون مراکز حساس اقتصاد در دست همون نهادهای زیر رهبریه. بنابراین اینو عوض کنن این بهتر بشه، اون سهمهایی که دارن باید کمتر خواهد شد. بعد یه نکته دیگه عبارت از اینه که مسئله در واقع رژیم جمهوری اسلامی چون حکومت تیکه پاره‌ایه، در رژیم تیکه پاره وحدت بودجه ناممکنه. یعنی یکی از اصول شناخته شده به اصطلاح دولت امروزی، دولت در جهان امروز، یعنی چقدر در میاره، از کجا در میاره و تحت یک مرکز واحد. میدونیم که در ایران چنین مرکز واحدی وجود نداره. خودشون هم میگن که مثلا یک اسکله‌های زیادی هستن، نه یکی دوتا، اسکله‌های زیادی هستن که رسما واردات قاچاق میکنن و وارد کشور میکنن، هیچ کس هم کنترل نمیکنه. پس بنابراین اونا چیا هستن؟ فکر نمیکنم سهم روحانی و به اصلاح طلبا بیشتر از ولایی‌ها باشه، برعکس قضیه. نه اینکه مثلا اینها آدم های پاچیزه همه شون بنام، قصدم این نیست. قصدم اینه که اونها سهم شیر رو دارن. مسئله بعدی اینه که در اقتصاد ایران به دلیل اینکه بخش مثلا اقتصاد مولد، اقتصاد واقعی ضعیف‌تره، سفته بازی زیاده. یکی از دلایلش هم عبارت از اینه که مثلا اون حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی، یکی نسبتش دیگه، نسبت حجم نقدینگی به اقتصاد واقع مثلا تولید ناخالص داخلی، یکی از بالاترین هاست. خیلی حد چیزه و این خواهناها سفته بازی و به اصطلاح نزولخواری و فلان و بهمان درست میکنه. یعنی بخش انگلی اقتصاد رو پی متورمتر میکنه. مثلا برای اینکه راحت در اینو چی بکنه، در حتی کشورهای پیشرفته وقتی که این مالی شدن اقتصاد بیشتر میشه، بخش مالی اقتصاد نسبت به اقتصاد واقعی حجم بزرگتری پیدا میکنه، له میکنه حد اون اقتصاد واقعی رو، قدرت خرید و فلان رو پایین میاره و خیلی مشکلات به وجود میاره. اینها مجموعه چیزهایی هستن که اگر توجه نکنیم معمولا آدم میتونه بیشتر افشاگری بکنه و اینا. نه اینکه مثلا چیزهای خاصی رو بگیم که مثلا اینا بدند و فلان که بد هستن، ولی اساس این نیست. اساس اینه که نمیشه اصلا در جمهوری اسلامی چنین تغییراتی امکان ناپذیره. ضمناً من فکر میکنم که حتما و حتما بایستی اصلا این سوبسید دادن به اجناس و به بهانه‌های مختلف و فلان، اینها خطرناکه. مثلا جمهوری اسلامی، همین الان ایران کشور از کشورهایی که مازاد ارزیش قابل توجهه، منتها یعنی چه ضرورتا به اصطلاح تورم و بی ارزش شدن پول اینطوری نباید به اصطلاح یه دفعه جهشی بره بالا. ولی چرا اینطوری میشه؟ خود این
فسادی که گسترده است خود این دامن میزن. یعنی اینطور نیست که وش کسته، یعنی مازاد ارزی گویا طوریه که اصلا جمهوری اسلامی دیگه پول از بین رفت، اینطوری نیست. فساد در کل دامن میزن. من مجموعش رو دادم در نظر بگیره خیلی مهمه بشه. و بعضی وقتا حتی خود مردم، حتی خیلی از افراد اپوزیسیون هم یه چیزهایی رو مطرح میکنن که فلان چیز سوبسید بده. به هیچی سوبسید، به چیزی سوبسید ندید، به آدمها، به آدمهای خاصی حتما باید سوبسید داشت. سوبسید هم منظورم یاران انرژی نیست، حداقل تامین حداقل زندگی، یه مسکن مناسب، آموزش و بهداشت رایگان برای عموم، اینها را بدید به جای همین. هم که ابداع ما که نیست، همین کشورهایی که ما زندگی میکنیم اینطوری هم دیگه شناخته شده است دیگه. به عبارت دیگه بحران آنچنان ساختاری هست که این روش های مثلا ترمیم کابینه و غیره و ذلک پاسخگوی این قضیه نخواهد بود. سوالی که همین که گفتید، این خیلی نکته، دگرگونی های ساختاری میخواد. دگرگونی های ساختاری یعنی عملا اسم دیگرش میشه انقلاب. میشه کد قبل از اینکه به این قضیه بپردازیم، چون دور قبلی هم که صحبت داشتیم در حقیقت همینجا بحثمون تموم شد، در جریان ماه رمضان خاطرتون هست که اون مهمانی افطاری که بود در حضور رهبر، به نوعی صحبت از آشتی ملی بین حاکمان بود و جناح‌های مختلف، و در جریان این مذاکرات اخیر و دیدارهای ظریف و غیر ذلک هم شاهد نوعی حمایت جناح خود شخص رهبر از روحانی بودیم. به نظر می اومد که اینها حداقل در برخورد با بحران و به خصوص مسائل بین المللی یه سری توافقاتی رو دارن و با هم کنار اومدن. اما این صحبت استیضاح دولت روحانی و حمله به او و طرح این که دولت هست که مشکلات رو آفرید و اینها، به نظر میاد که این ماه عسل کوتاهی که داشتن به سر اومده. آیا این رو میشه نتیجه رشد اعتراضات مردم دونست؟ ممکن رشد اقتصاد ها به اصطلاح اعتراضات مردم، تردیدی نیست که اختلاف در بالایان هم در این حکومت و هم در هر حکومت دیگه، در یک کشور دیکتاتوری و حتی در کشورهای دموکراتیک هم اینطوریه، حرکت بیشتر باشه در بین بالایان شکاف شدت پیدا کنه، قطعی است. ولی یه مسئله ای که هستش اینجا، اون آشتی جناها در حال حاضر از یه لحاظی لازمه برای خود جمهوری اسلامی، اگر فرض کنیم که عقلانیت حکومتی دارن. به اصطلاح ماکس ویبر یه اصطلاحی بکنم، عقلانیت ابزاری، یعنی عقلانیتی که منافع خودش رو متوجه میشه. دقت میکنید اگه این رو داشته باشن، که باید فرض کرد که دارن، چون ممکن هم نداشته باشن اگه بریم، چون ما اطلاع نداریم که اینا از پشت صحنه چه میگذره. اگه فرض کنیم که این عقلانیت ابزاری رو دارن، قاعدتا بایستی در این لحظه به جراحی های بزرگ در داخل خودشون دست نزنن. چون میدید که مردم برخواستن، رژیم در یک فشار بین المللی بی سابقه است. در این شرایط جراحی بزرگ مثل این که کسی که قلبش مریضه یک چیز وحشتناکی رو بهش تحمیل میکنه دیگه. معلوم نیست که اصلا از زیر عمل بیرون در بیاد. این یه مسئله است که بنابراین که من فکر میکنم که مثلا دیدید که خامنه ای میاد، نه تنها در اون ماجرای افطار، بعد از اون هم به یه نحوی از رئیس جمهور محترم حمایت میکنه، فلان میکنه. مثلا عوض کردن رئیس جمهور، اونم در وسط کار، مالیات داره. حتی دیدید یه بار اتفاق افتاد، چه اتفاق داره. اون موقعی که خمینی خیلی اقتدار داشت و فلان، یه جراحیه دیگه، مثلا بنی صدر رو که عوض کردم، با واقعیت اینه که حتی خمینی ترجیح میداد اینطوری نشه. منتها اعتراضات بنی صدر، اینم حالا گذشته دادم برمیگرده به اون گذشته نگاه میکنه، خیلی از ماها اون موقع بنی صدر همین با اینو فرقی نداره فلان، اما به هر حال هر کسی که در حکومته باید هم کتکشو بخوره. ولی انصافا بنی صدر فاصله میگرفت، به این خاطر بود که اینها مجبور شدن ورش دارن مونده اوضاع، ولی اون موقع قدرتش رو داشتن. حالا چنین اتفاق خیلی برای رژیم سنگین میشه. منتها آیا
پس میتونن آشتی کنند و ادامه بدن؟ به نظر من نه، به دو دلیل. یکی اینکه شورش از پایین یه چنین چیزی رو به اصلاح راحت نیست، اینا جرد پاسخهای یکسان به اصلاح باید تهیه کنند و اینا به اصلاح چنین چیزی آسان نیست. مسئله دیگری که هستش عبارت از اینه که اینها برای اینکه حتی اروپا رو نگه دارن، پرجام رو هم نگه دارن، برای اینکه براشون حیاتی حالا مثلا خیلی دیگه تحریم ها از حد معینی دارن نشه، معلوم نیست اروپایی ها به آسانی مثلا با سپاه و جهاد و نهاد مذاکره کنن، که نه اینکه اونها آدم های مترقی هستند و اونها از این ما از اینها بدترش رو هم مذاکره کردن، سازش کردن، معامله کردن، هیچ اصلا مسئله ای هم نیست. مسئله اینه که اینها چرا باید آخه به اینها امتیاز بدن؟ امتیاز خواهند گرفت. و بنابراین اینه که آقای خامنه‌ای احتیاج داره که آقای روحانی رو فعلا داشته باشه، از طریق روحانی، ظریف، نمیدونم فلان فلان، یه چهره ای که زبان نرم داشته باشن. البته چانه‌زنی ها، اختلافات فلان هم ادامه پیدا. منم باز تکرار میکنم، اینم یکی از اون مواردیه که نه اون فشارها کم خواهد شد به هم دیگه، به یه دفعه خواهد خشکید، حتی خامنه‌ای هم بگه، چون اونقدر جناهای مختلف هست که اصلا نمیتونن هم جمع و جور کنن. مثلا دیدید همین الان که خامنه‌ای میگه که تایید میکنه مثلا روحانی رو که رفته اروپا، همون موقع اون رحیم صفوی میگه دولت خودش اصلا نباشه بهتره. خب رحیم صفوی هم یکی از آدمهای به اصطلاح وردستهای خامنه‌ایه دید. چرا اینو میگن؟ اینو باید رفت شدید که در این حکومت تیکه پاره که ناشی از نابهنگامی جمهوری اسلامی، دولت یک پارچه نمیتونه با آسانی بشه هستش. من فکر کنم هر دوتاش رو خواهیم داشت، یک کمی عیار این بیشتر میشه، عیار اون کمتر میشه، ولی اینها من درکم اینه که ادامه پیدا میکنه. یکی از مسائل مشخصی که پاسخ مشترکی براش به نظر میاد که ندارم، پیشنهادی است که به همین یکی دو روز اخیر ترامپ مطرح کرد. ترامپ به شیوه معمول خودش خیلی شوکه کرد همه رو، صحبت از آمادگی برای مذاکره مستقیم و بدون هیچ گونه قید و شرطی با جمهوری اسلامی کرد، و در پاسخ به این پیشنهاد و دعوت از طرف ترامپ به نظر میاد که اختلافاتی وجود داره. از یه طرف فرمانده سپاه رو داریم که ادعا میکنه که مردم اجازه مذاکره نخواهند داد، و از طرف دیگه مشاوران روحانی رو داریم که شرایطی رو برای مذاکره ترسیم میکنند، و بالاخره به نظر میاد که به نوعی به هر حال آماده و علاقمند هستن به این قضیه. بحث مذاکره مستقیم به نظر شما در شرایط کنونی حاکمیت جمهوری اسلامی رو در چه وضعیتی قرار میده؟ و فکر میکنید هدف ترامپ اگر بشه گفت که هدفمند هست و صرفا یکی از اون ادعاهای به اصطلاح ثانیه‌ایش نیست، چیست از طرح این تاکتیک بسید؟ ببینید من فکر میکنم که در این رابطه مذاکره با به اصطلاح خارج و اینها، وقتی وضع خرابتر شده طبیعیه که هر دو طرف مجبورن که یک سلسله چیزهایی رو که در واقع گرایش خودشونه نشون بدن دیگه. مثلا در زمان اوباما یادتون باشه که روحانی گرایشی داشت که با اوباما ملاقات کنه، حتی اون تلفن معروف یادتونه دیگه. مثلا اون موقع خامنه شلتاق‌بازی داره، خیلی بچگانه که اصلا اون اشتباه بود و نمیدونم خبط بزرگی بود و فلان، یا حتی مثلا قدم زدن ظریف با کری در ژنو، مثلا خود سایت خامنه اصلا اونو مسئله کرد. و حالا که این مسئله که ترامپ گفته من بی قید و شرط حاضرم مذاکره کنم، طبیعیه که روحانی میگه که ما حاضریم مذاکره کنیم، ولی این جمله معنا نداره، گفته به شرط این که به برجام برگرد، یعنی گفته حاضر مذاکره نمی کنیم دیگه. اونجا سپاه بایستی همونطور که فشفش در می کردن و نمیدونم روی موشک ها نمیدونم عبری جملاتی می نوشتن و فلان، اون هم هر کسی بر تینت خود می تند دیگه به اصطلاح، اون هم در واقع از جنس اون حرف هاست که اصلا ما مذاکره نداریم با آمریکا. خود خامنه ای هم اصلا با آمریکا مذاکره نمی کنیم.
خب شما با آمریکا مذاکره کردید، انصافا اون 5 به اضافه 1 اون یکش مهم بود، حالا اینو به آلمان میگفتن به اضافه، ولی واقعیت اینه که اون آمریکا بود تا آخر. اصلا مذاکره بین کری و ظریف بود دیگه، اصلا همه تون هم میدونید مذاکره رو هم که شروع کردید از مسقط عمان و اینها، با چی مذاکره رو شروع کردید؟ ترتیبش رو با امریکایی دادید دوباره اروپا. اروپایی هم این نظر رو داشتن که مذاکره بشه فلان، از اوایل قرن به اصلاح 21 همون سال قبل سال 2001 و فلان هی رفتن اومدن اون سه وزیر خارجه و این داستان ها فلان، و این ایران هم اون موقع آمادگی داشت، جمهوری اسلامی آمادگی داشت، اونا قبول نکردن دیگه. اوباما قبول کرده بود و بالاخره با اوباما مذاکره میکردید، نه با اون دیگران. حالا مثلا اینه که ما با چیز آمریکا اصلا مذاکره نداد. با این ترتیب بود که اون 12 سال فرصت رو از دست دادن. اون مذاکراتی که میکردن دیدید که همین مطهری گفته که اون موقع در دوره ما باید مذاکره میکردیم، در حوزه های مختلف هم مذاکره میکردیم و قضیه رو حل میکردیم دیگه. فرصت ها رو واقعا سوزان دیگه. اوباما بی قید و شرط همین مسئله رو در مراسم تحریف ریاست جمهوری گفت، ما دستمون رو دراز میکنیم مذاکره فلان، باید فلان چیزا نشه، بهمان چیزا نشه. مطابق گوش ندادن، سنگین ترین تحریم ها رو دبستا پیش برد و وضعیت خرابتر شد. اون موقع آقای با بصیرت ناگزیر شد که نرمش قهرمان هم میشود. مسئله ای که هستش اینه که هر کسی بر تینت خود میترد، اون فرصتی پیش اومده روحانی در واقع میشیم حاضریم مذاکره کنیم، ولی به برجام بله. معلومه که ترامپ که به این آسانی ها به برجام در نمیگرد. منتها یعنی جواب روحانی هم انصافا منفیه. منتها گفتنش یه میگن که بفرما به تمرشین. اینا به اصلا خیلی دوتا ستا چیز دیگه. نحوه بیان یک چیز واحده. این میگه اصلا ما با آمریکا مذاکره نداریم، فلان میکنیم، اصلا علم میکنیم، همون موشک ها رو چیز مینوشتن، من به روش عبری در مثل اونه. اما مثلا این مسئله که ترامپ چی میخواد؟ چرا این کار مسئله رو مطرح کرد؟ اصلا واقعا میخواد مذاکره کنه فلان؟ من فکر میکنم والا ترامپ ممکنه بازی باشه، ولی فکر نمیکنم اونم دیوانه، درسته نه با تعادله فلان، ولی توجه باید داشته باشیم که برجام یکی از موضوعات مورد اختلاف حالا بین اروپا، اتحادیه اروپا یا اروپا به طور کلی و آمریکا، یکی از اون است و حتی بزرگترینش نیست. بزرگترینش دیدید دیگه، مسئله جنگ تجاری حالا اتفاق میفته، این که در ناتو چطور باید باشه، نمیدونم اتحادیه اروپا چه روالی رو در پیش بره، روسیه رابطه با روسیه چطور، دیدید دیگه این حرف های بعد در این رابطه. خب مسئله با توجه به اینها اروپایی ها اینجا به نظر میرسه که تا حدی میخوام وایستن در مورد برجام هم در مقابل آمریکا وایستن. ترامپ چون اینو میبینه یه در متوجه شده که اروپا مثل که شکاف بیشتر شده، برای اینکه اروپا رو در واقع نرم بکنه میگه که ما حاضریم مذاکره کنیم. به مذاکره که تو رفتی بیرون یه قرارداد رسمی شورای امنیت رفت و فلان کرد و بهمان کرد چی شد، اونو زدی زیرش، حالا مذاکره چه بکنم؟ اما اینکه آیا مثلا این در این وضعیت مذاکره بکنه جمهوری اسلامی چه میشه؟ مسلمه که در این وضعیت مذاکره بکنه جمهوری اسلامی در واقع رفته هوا. به نظر من قاعدتا جمهوری اسلامی هم همون خرد ابزاری اگر وجود داشته باشه، بلا خردگرایی عقلانیت ابزاری وجود داشته باشه، مساله خودشون رو متوجه بشن. حالا مردم ایران طرف دیگه از آن منافع ایران با منافع مردم فرق داره، قاعدتا نمی کنن. چون این نوع مذاکره اولا اروپا میبینه سنگ روی یخ شدیم و دوباره یعنی اونقدر ترسیدن که رفتن با آمریکا مذاکره میکنن. ثانیا ترامپ یه چیزهایی رو از برجام خارج شده، چه اعتباری وجود داره که حالا فرض کنیم مثلا آدم متعادلی هم هستش، چه تضمینی وجود داره که همین مذاکرات رو بزنه زیرش؟ بنابراین که این حالت بعید میدونم که جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، منافع خودشون رو قاعدتا باید تشخیص میدن.
شاگونی فرصت چندانی برامون باقی نمونده، میخواستم که بحث رو از جایی که روز چهارشنبه به اصطلاح به پایان رسوندیم یا ناتمام گذاشتیم در دنبال بکنم، ولی احساس میکنم که در این فرصتی که داریم شاید نشه این کار رو کرد. اگه اجازه بدید بحث چپ رو به طور کلی و موقعیت چپ و وظایفی که ما به عنوان یک سازمان کمونیستی در برابر خودمون و جنبش سوسیالیستی می‌بینیم، این رو بذاریم برای روز یک شنبه و در این فرصت 6-7 دقیقه‌ای که باقی مونده به مسئله دیگه بپردازیم که شاید بشه کوتاه جواب داد، و اونم مسئله است که از جمله توی صحبت قبلیتون اشاره کردید و اجازه بدید مقدمه رو اینطوری بگم که سازمان ما اساساً سازمانی است که بخشاً بدفهمی شده در رابطه‌اش، شاید بخشاً به این دلیل که ما کم توضیح دادیم و بد توضیح دادیم و شاید هم به دلایل دیگه‌ای که به اصطلاح، و از جمله این که سازمان ما رو به نوعی سوسیال دموکرات به اصطلاح مطرح می‌کنن. اینو صحبتی که دفعه قبل داشتید جمله تاکیدتون برای اینکه مثلا سیستم تامین اجتماعی اشاره‌ای داشتید به این که در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، معمولا از این صحبتات چنین برداشت میشه از جانب مخالفان و منتقدین ما که ما گویا خواهان این هستیم که به نوعی به اصطلاح به اصلاح طلبی گرایش داریم و فکر میکنیم که در چارچوب همین رژیم میشه به یک سری خواست‌ها رسید و غیره و ذلک. یه مقدار راجع به این توضیح بدید تا اینکه بحث اساسیمون رو یه نکته ای که هستش، بعضی چیزها رو در سیاست باید فاعل اقدام سیاسی روشن، اگه این رو نفهمیم که پرق مارکس با تمام سوسیالیست های قبلی که بعضی هاشون واقعا آدم دانشمندان بزرگ بودن، مثلا مارکس اینجاست در مورد مثلا فوریه که از جزء سوسیالیست های تخیلی میگن و فلان اینا، چقدر میگن یک مغز واقعا انسیکلوپدیک بود، دایره المعارفی بود، در همه حوزات مطالبی نوشته، خیلی با ارزش فلان و اینا، یعنی این طور نبوده که اونا آدم های شوتی باشن. فرق مارکس با اونا چیه؟ در اینه فاعل این حرف های قشنگی که میگیم و فلان و یا میگید و اینها، اینا چی باید بکنه؟ اونا میدونی که چیکار میکردن که بعضی از این مثلا سوسیالیست ها فلان مثلا میگفتن که مثلا فلان شاه یا فلان کسک میتونه این کار رو بکنه، حتی میگن که این پادشاه اورلانگتیز بوده، دخترها این شهیده بودن که اینا هندوانه خیلی دوست دارم، این اونجا در اون چیز شهر مدینه فاضلش هندوانه هم میکاشتا بچه شاه علاقه من بشه بهتر. خب آیا این شاه میتونه بکنه یا ما میتونیم بکنیم؟ بعضی از سازمان ها اونقدر به اصلاحیز هستن که خیلی به خودشون اعتماد دارن، چه اعتماد از ناشی از نادانی متاسفانه، نمیدونم قصد توهین ندارم به کسی، که اصلا فکر میکنن یا ما میکنیم، ما حتی اقلیت باشیم هم میکنیم، در اقلیت کوچکم باشیم هم میکنیم، من فکر میکنم ما چنین نیستیم و نمیتونیم باشیم. فاعل دگرگونی اکثریت جامعه هستن، مخصوصا توده ما، همین که پرولتاریا میگیم، طبقه کارگر در تمام کشورهای دنیا اکثریت جامعه رو تشکیل میده، چون ثروتمندان بنا به تعریف، سرمایه‌دارا ثروتمندان بنا به تعریف کمترن تا اونها هستن دگرگون. حالا مثلا میخواهید شما مثلا تامین اجتماعی مثلا مطرح بشید، اولا برای چیها، در ذهن چیها این بیفته؟ ما چه نمیتونیم این رو بزلا، رژیم که نمیده، دیدید یه در قانون اساسیش هست ولی اصلا هیچی نمیده به مردم، شالاتان بازی بوده، حقا بازی بوده برای سوار شدن بر گرده مردم در اون اوائل انقلاب. مسئله اینه که باید مردم بگیرن، مردم که با گفتن ما هم نمیشه، بعضی هم میان بعد از سرنگونه، خب بعد از سرنگونه یه چستش دیگه، حالا ببینیم چه میشه دیگه، وعده روز محشره دیگه، اون بحث دیگه، من زمینه چه خیلی دوره، من انشالله چه خیلی نزدیکه. مثلا اینه که قبل از اون اصلا یکی از مسائلیه که در واقع تامین اجتماعی مثلا ها، یکی از مسائلی که خود اگر راه بیفته به سرنگونی منتهی میشه، خب چرا نباید مطرح کنیم حالا؟ و اگه مطرح میکنیم به چی مطرح میکنیم؟ به مردم.
اینا مخالفت های خواهد شد. مثلا یه عده خواهند گفت که در ایران اقتصاد ایران توان این رو نداره. ما میگیم که چرا توانشون رو، مثلا در کوبا که نفتم ندارم اینا رو اجرا کردن دیگه، که در حدی که مردم مثلا بهداشت و اینا در خیلی از ایالات آمریکا، ایالت های آمریکا بالاتره. اینا آمارهای رسمی میگن، آنچه ما درست نکردیم. یا مثلا در این مسئله که این سوسیالیستی در مرحله سوسیالیستی میشه، نه در مرحله سوسیالیستی. سوئد شما سوسیالیستیه؟ آیا آلمان سوسیالیستیه؟ آیا مثلا فرانسه سوسیالیستیه؟ بخشی یا تمام اینها در این کشورها هست دیگه. مثلا شما معالجه میکنید یا عمل میکنید، میرید بیمارستان میخوابید، پولی میدید؟ نمیدید دیگه معمولا، دقت میکنید؟ اما بعد اینکه اینها رو چرا، یعنی میخواییم بگیم سوسیالیستی هم نیست. درسته ما برای سوسیالیسم پیچندیم، ولی خود این تأمین اجتماعی که میگیم، مثلا اون 4-5 تا سوبسید بزرگ که میگیم که باید اونها رو بدم به مردم، این فی نفسه سوسیالیسم نیست. البته فراتر رفتن از بازار، مکانیزم های بازار، یعنی بازار رو مهار کردنه، دقت میکنید، به نحوی برنامه انتقالیه. ولی هنوز از سرمایه‌داری نرفتید بیرون. می‌خوایم اینا رو روشن کنیم، مخصوصا در جدل. حتی بعضی وقتا گفتن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست. ببینید که ما احتیاج داریم که مردم بتونن این رو علناً در خیابان‌ها داد بزنن، میگن آقا در قانون اساسی هست، چرا به ما نمیدید؟ این کمک، یعنی ما میدونیم و مدام هم گفتیم که اینا نخواهند داد، هیچ وقت ممکن نیست چنین چیزی اجرا بشه، ولی چون این شارلاتان بازی کردن، به مردم وعده دادن و نمی کنن، ما چرا به ذهنیت توده‌ای و به این زمینه‌ای که قانونیت بده، یعنی مردم رو گرفتن، اگه در تظاهراتی که به خاطر خواست تأمین اجتماعی میشه میگیرن مردم رو، میبرن شکنجه فلان، من بگم قانون اساسی ماده اصل 29-30-31 گفته ما کار خلافی کردیم، این یه مقدار مهار میکنه. اینا مهمه در چارچوب پایین آوردن هزینه مبارزه برای اونه و قابل فهمتر کردن مسئله. بیدید چون هزینه یکی اینه که سرکوب میکنن، یه ده اقتصاددانان دانشمند لشکری از اقتصاد، حالا نمیشه اصلا، این باعث میشه که اقتصاد ایران شکوفا نشه فلان، به ما بلا فاصله همه علیه تامین اجتماعی بسیج خواهند شد. بازار باید اینو تعیین کنه. بابا زندگی انسان خیلی ارزشمندتر و عزیزتر از اینه که این همه انسان و فلان چی بشه باید. این مسئله به خاطر اینه. حالا دیگران هم هر طوری فکر میکنن خب بخونن دیگه، چاره نیست. سپاسگزارم از شما رفیق شاهگونی برای اینکه فرصتی به ما دادید که بحثمون رو ادامه بدیم. روز یک شنبه، برنامه روز یک شنبه مون مفصلتر راجع به این مسائل و مسئله سند سیاسی و اون نتیجه گیری هاش در حقیقت صحبت خواهیم کرد. از بینندگان عزیز هم که با ما بودن سپاسگزاریم. تا روز یک شنبه که باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود، برای شما آرزوی اوقات خوشی رو داریم. شاد و پیروز باشید. زنده باشید. در گفتگویی که با رفیقمون شاهگونی داشتیم اشاره شد به این گفته ارسطو که عنصر اصلی اعتراضات و انقلابات بشری عدالت خواهی بوده. این واقعیت رو در تمامی اعتراضات مردم کشورمون در سالهای اخیر به وضوح شاهد بودیم. از کارگران و پرستاران و معلمان و بازنشستگان گرفته تا کامیونرانان و مالباختگان، عنصر اصلی حرکات اعتراضی واکنش مردم به فساد ساختاری و گسترده در نظام راندخاری و غارتگر حاکم بر جمهوری اسلامی بوده. نظامی که بنا به ماهیت خودش اساساً نه میتونه و نه مایل هست که قدمی در حل این معضل برداره و در نتیجه هر روز در کنار سردادن شعارهای مستضعف پرورانه از سوی رهبران نظام، شاهد اختلاسهای هرچه بزرگتر و نجومیتر و فرار اختلاسگران از چنگال عدالت و قانون هستیم. در عوض هر گونه اعتراض و واکنش نسبت به این بی‌عدالتی ها از طرف مردم با شکنجه و زندان و سرکوب و اعدام و ترور و خودکشاندن ها داده میشه.
در پایان برنامه امروز به افشای نمونه ای از این بی‌عدالتی های ساختاری در جمهوری اسلامی توجه میکنیم. سلام می‌کنم به هموطنان عزیزم. مهسا محمدی هستم، فارغ التحصیل رشته حسابداری از دانشگاه مازیار رویان و الان حدود 2.5 سال هستش که خارج از ایران زندگی می‌کنم. من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم توی هتل مروارید خزر مشغول به کار شدم. مدیر اونجا میثم سیفان نوه خامنه‌ایه، نوه دختری خامنه‌ایه. خب فضای اونجا خیلی فضای امنیتی بود، شنود داشت، تماس ها کنترل می شد، دوربین خیلی زیاد داشت و همه اینا از یه دفتری توی تهران کنترل می شد. من اون زمان که توی هتل کار میکردم، چون توی قسمت مدیریت بودم، یه سری مدارک مشکوک دیدم که برای مشامه‌های تجاری، تفریحی یا حتی مشامه‌های صنعتی بودش که کارهای حسابدارشون اونجا انجام میشد و هیچ ارتباطی به هتل نداشت. و بعد از اینکه این مدارک رو دیدم متوجه شدم که یه سری کار پولشویی داره اونجا انجام میشه. علاوه بر این اونجا فرمانده‌های سپاه، مشابه خامنه‌ای، افراد مثل سردار رویانیان، افرادی از وزارت اطلاعات یا وزارت خونه های دیگه، نماینده های مجلس اونجا خیلی رفت آمد میکردن و هر وقت که میومدن اونجا یک سری واحد اونجا بودش که فقط مختص این افراد خاص بود و اونها همیشه با خانم های خیلی شیک میومدن اونجا که مشخص بودش که برای چه کاری از اون واحد ها استفاده میشه. یک روز من اوایل توی هتل که توی رسپشن بودم، شیفت بعد از ظهر بودم، آخرای شیفتم بودش که یه خانومی اومده بود نگهبانی و گفته بودش که پدر من اینجا یک واحد رزرو کرده. نگهبان با من وقتی تماس که گرفت اسم این خانم اصلا توی لیست رزرو من نبود. از نگهبان خواستم که ایشونو راه نمایی کنه بیان داخل، ولی هیچ کس نیومد پیش من. بعد از چند دقیقه یه ماشین سپاه اومدش و جلوی لابی ماشین رو پارک کرد و سردار رویانیان با دو نفر که لباس سپاه به اصطلاح لباس سبز رنگ سپاه تنیشون بود اومدن داخل و گفتن که ما اینجا یک واحد داریم. و بعد هم با اون خانومی که اومده بود و ادعا کردش که پدرش اونجا هستش رفتن داخل ویلاشون. یک بار دیگه هم مشابه خامنه‌ای وقتی اونجا بودش که خب طبق معمول حتی وقتی که این افراد توی هتل بودن حتی تلفن‌های شخصی ما رو از ما می‌گرفتن. من ایشون رو دیدم توی محوطه توی ماشینشون که یه ماشین هامر سفید رنگ بود با راننده و دیدم که دو تا خانوم توی ماشین هستن، خانومای خیلی شیک و به اصطلاح سانتیمانتال.
از یکی از همکاران پرسیدم که این آقای کیه که انقدر مأمور توی محوطه است و بعد این خانم رو باهاش اومدن و بعد همکارم به اشاره کردش که ساکت باش و روی کاغذ اسم مشتبه خامنه ای رو برام نوشتش و من اونجا چهره مشتبه خامنه ای رو متوجه شدم که اصلا چه شکلی هستش. بعدم اگر که لازم شد در ویدیو بعدی من براتون جزئیات بیشتری رو شرح میدم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز جمعه میرسیم. برنامه بعدی ما رو روز یکشنبه از همین شبکه خواهید دید، برنامه‌ای که اختصاص خواهد داشت به ادامه گفتگوی من با رفیقمون محمدرضا شالومنی پیرامون نتایج کنگره 23 سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. تا روز یکشنبه، اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو دارم. شاد و پیروز باشید.